سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحثمون. ما جلسه قبل راجع به یونین صحبت کردیم، میخوام این جلسه بریم سراغ یه حالت دیگه یونیون به نام وایلد کارد یونین صحبت بکنیم. خب من میام داخل تابلو، این چیزی که جلسه قبلی انجام دادم من اینا رو حذفش کنم، یه شیت خالی باشه، میام تو دیتا سورسم اینم ریمووش میکنم. خب حتی این رو هم بچه ریمومش میکنم، یا بذار اصلا دوباره بازش میکنم تابلومو. خب بذار من تابلو رو ببندم دوباره بازش کنم. فقط قبلش بیاید داخل اکسلتون بچه ها، خب تو اکسلتون یه چند تا شیت من میگم شما اضافه کنید. خب یه شیت اضافه میکنم، اسمش رو میذارم تست. خب این دیتا رو هم کپی میکنم میرم میذارم اینجا تو این تسته. این تسته. خب یک شیت دیگه اضافه میکنم، اسمشو میذارم کاتگوری پروفیت مثلا 2017 مثلا. دوباره اینو کپی میکنم میرم اینجا میذارم اینجا. بچه اصلا مهم نیست عنواناش چیه، این فروش اون پرافیت اصلا مهم نیست، من با این اسم شیتا کار دارم. یه شیت دیگه اضافه میکنم، اسمشو میذارم کاتگوری مثلا 2018 سلز، یه داش سلز 2018 کپی میکنم میرم اینجا هم میذارم. خب پس سه تا شیت با این عنوان من اضافه کردم. میخوام راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به وایلد کارت یونیون صحبت کنیم. میخوام راجع به این صحبت کنیم. خب بریم سراغ تابلو. من یه بار تابلو ببندم باز کنم. خب تابلو باز شد، من اکسلم رو بهش بدم. خب مرکزی اوکی سیو نکردم، سیوش کردم، چرا نیورد این شیت های جدیدم و شیت های جدیدم رو نمیاره. بذار یه لحظه بچه ها. خب درست شد، من اکسل هم بستم دوباره باز کردم درست شد. خب الان سه تا شیت هم اومده، یه تست بود اومده، یه کاتگوری 2018 سلز بود اومده، اینم کاتگوری پرافیت بود. میخوام راجع به وایلد کارت یونین صحبت بکنیم. دوباره گزینه نیو یونین رو میزنم، این صفحه باز شه. اینو میارم اینجا، بخشه درگ میکنم هی یادم میره. گزینه وایلد کارت نیا کنید این هاشش. راجع به وایلد کارت تو زبان برنامه‌نویسی احتمالاً شنیدید. با وایلد کارت بعد شما میتونید یه پترنی درست بکنید. خب که میاد هر عنصری که با اون پترن تطابق داره رو انتخاب میکنه. مثال براتون بزنم، من میخوام تمام شیت هایی که با کاتگوری شروع میشه رو انتخاب بکنم. چجوری بنویسم؟ ما اینجا بچه اول اینو بگم، یه این قسمت رو داریم، یه دونم اینو داریم، این چند تا این پایین گزینه داریم. خب با این سه تا پایینی فعلا کار ندارم، با این بالایی من میخوام کار کنم. یه شیت، یه ورکبوک. ورکبوک من فعلا یه دونه است، من یه دونه اکسل سنترال آوردم. اینها هنوز چند تا اکسل رو نگفتم بهتون، تو خود این اکسل چند تا شیت ولی داریم. میگم من میخوام شیت هایی رو داشته باشم که با کاتگوری شروع بشن. پس میرسم کاتگوری، یه دونه آخرش ستاره میذارم. معنیش این چیه؟ یعنی این چیه؟ اولش کاتگوری باشه، ادامهش مهم نیست چی باشه. با این ترفند اگه بچه ها من برم کدوم شیت انتخاب میشه؟ همه شیت انتخاب میشه به غیر تست. نیا کنید اینجا، نیا کنید بچه ها، همه کاتگوری ها اومد به غیر تست. این کاتگوری 2018 هم حتی اومد. خب حالا میخوام یه ذره عوض کنم. اینجا هم یه include داریم بچه ها. اگه اینو بکنم exclude، یعنی همه شیت هایی که با کاتگوری شروع میشن رو نیار،
یا کنید فقط تست میاد، فقط تست میاد. پس فرق اینکلود و اکسکلود هم اینه. حالا مثال بعدی رو میذارم روی اینکلود دوباره. میگم همه اونایی که با کاتگوری شروع میشن خب و در ادامش سلز دارن، اینا رو برای من بیار. یه ستاره آخرش میذارم. الان کدوم حذف میشه؟ تست که حذف میشه، هیچی. اینم حذف میشه. چرا؟ چون بعدش سلز نیست. یا کنید همه شد کاتگوری سلز. اون یه دونه شیت اولی هست شد 2018. یه مثال دیگه، میخوام اولش کاتگوری باشه، بعد هر چیزی باشه ستاره، در ادامش سلز باشه. بچه کدوم شیتا با این تطبیق دارن؟ اولش کاتگوری، بینشون هر چی بود، بعد سلز. بریم ببینیم. فقط یه دونه شیت بچه. تنها شیتی که این پترن رو داره اولی است. این اول کاتگوریه، یه چیزی هست، بعد سلز. بقیه نه، کاتگوری یه چیزی هست، سلز نیست. اینا هم همچنین. پس یه دونه شیت آورد. پس به طرق مختلف شما میتونید وایلد کارد رو بنویسید. من اینو برمیگردم به اینکه کاتگوری باشه، سلز باشه و فقط کاتگوری سلز ها بیان. خب حالا بریم سراغ استپ بعدیمون. ما تا اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ شیت ها رو با هم دیگه ادغام کردیم با وایلد کارت. اما میتونیم بچا اکسل رو همین کارو بکنیم، یعنی چند تا فایل اکسل مختلف اگه داشته باشن. اینجا نگاه کنید. اینجا من چند تا فایل اکسل دارم، میخوام اینا رو با استفاده از همین وایلد کارت با هم دیگه ادغام کنم. اینا همشون بچا داخلشون یکی. نگاه کنید اینم باز کنم، نگاه کنید. نه اینکه اکسل تست نمیتونه. نگاه کنید همه یکیه، میبینید؟ یعنی دیتا هاشون با هم فرقی نمیکنه. خب همشون هم نکنید بچه 4 تا شیت دارن، از 15 تا 18. میام چیکار میکنم؟ از این تست رو ببندم. بذار باشه، بذار باشه. میام اینجا قبل همه اینه کلمه ریپورت اضافه میکنم، برای اینکه یه قسمت وجه تشابه داشته باشن. میام توی تابلو، تابلو بذار ببندم. خب تابلو رو بستم. میام چیکار میکنم؟ میام توی تابلو اینو میزنم. خب اکسل مرکز رو میارم. خب الان یه اکسل اینجاست، اینو میارم اینجا یونیونو. میام اینجا اینو بذار بازش کنم، میخوام چیز نشونتون بدم. توی قسمت اول میگم تو تمام این فایل های اکسل برو توی شیت، دنبال شیت کاتگوری بگرد، همشون شیت کاتگوری داره، اینو مطمئنم. خب اما اینجا چی میگم؟ اون اکسل ها رو بیار که اولش با ریپورت شروع بشه، ادامش هر چی بود. خب این دو تا گزینه چی میگه؟ این الان میام جلوتر بهتون میگم. اولی چی میگه؟ بذار الان میگم انجامشم جلوتر. این میگه که آیا برم اگر تو این دایرکتوری، تو این مسیری که الان هستم، اگر فولدری بود برم داخل اون فولدر الان بگردم ساب فولدر. اگه میخواستید اونم بگرده و تیکو بزنید. پایینی چی میگه؟ میگه میخوام برم فولدر بالاییشو بگردم، پرنتشو بگردم. این با خودتون، اگه دوست دارید اون الان بگرده میتونید این کارو بکنید. من ساب فولدرشو بهتون نشون میدم الان. اینو اوکی میکنم. همه بچه اون اکسل ها رو با هم دیگه ادغام کرد. از کجا اینو میتونم بفهمم که ادغام کرده یا نه؟ میام اینجا یه چیز میخوام نشونتون بدم. یه ستونی اضافه کرده بچه به نام پس. نیا کنید اینا. این چیه؟ اون اسم اکسل است. نیا کنید. منو بیارم تو ردیف. یه شیت هم بذارم جلوش.
یک اینجا رچه ها اینجا بازش کنم. نیا کنید میگه که این اکسل اولیه است، ریپورت سنترال، ریپورت اس، ریپورت نورث، ریپورت ساوت، ریپورت وست، اسم همه اکسل ها اومده. تو هر اکسل هم چند تا شیت داشتم، چهار تا شیت به غیر از اولی، این اولی دو سه تا شیت اضافه کرده بودم من. نیا کن همه شیت ها رو آورد، همه رو با هم ادغام کرد. حالا بریم اون سناریو که بهتون گفتم ساب فولدر هم بهتون نشون بدم. خب بیام اینجا یه دونه ساب فولدر درست کنم. من یه دونه از این مثلا میگم این سنترال بذار داشته لحظه بازش کنم. اینا که درست کردم بذار دیلیت کنم، این لازم شده نداره. تابلو هم بذار ببندم. اینو کشت، اینو میبندم، میام اینجا این سنترال رو از اینجا بر میدارم میارم میذارم اینجا، میخوام ببینم میارتش یا نه. خب تابلو رو باز میکنم دوباره. میام چیکار میکنم؟ اون اکسل اینو میدم، این دفعه اینو میدم، شرق رو میدم. خب میام اینجا اینو میارم اینجا، میرم تو والد کارد یه زنی بازش کنم. خب میگم همه یه کتگوری ها خب اونایی که با ریپورت شروع میشن برو ساب فولدر هم بگرد. اوکی ببینیم سنترال آورده یا نه. میام اینجا تو شیت اینو میرم ردیف، ببینیم سنترال آورده. ای بابا بله که سنترال هم آورده، مسیرش میبینید متفاوته با اون یکی ها، یعنی رفته صاف فولدرال هم گشته. خب حالا این نکته دیگه اینجا نیا کنید بچه ها، من یه سری ستون دارم همه ناله، اینا چیه؟ یادتونه تو این اکسلی که مثال زدم گفتم اگر این اسم ستوناشون با هم متفاوت باشه میاد یه همچین کاری میکنه، اینا رو همه رو میکنه نال. حالا من اینجا صفر گذاشتم، منظورم نال بوده. دقیقا اینجا همین اتفاق افتاد، یعنی من یکی از این اکسلام سر ستوناش متفاوته. کدومشه میتونیم اینجا بفهمیم؟ بیام پایین ببینم کدومشه. آها اینجاست، این کدومه؟ جنوب، اکسل جنوب سرستوناش فرق داره. ببینیم آره نیمه سرستوناش متفاوته با مثلا نیا کنیم، من یکی اینا رو باز کنم، سال و ماه و کتگوری این چیه، نیا کنیم فرق داره. تو این حالت که سرستونا متفاوته بچه ها دو تا کار میشه کرد، یا این کار رو میکنه کاری که دیفالت تابلو انجام میده براتون، یا میتونید چیکار کنید، میتونید اینا رو بیارید بندازید زیر این. برای اینکه این بیاد زیر این بیفته دیگه ستون نال نداشته باشم من، دو تا کار میتونید بکنید، یا اینکه برید تو اکسلتون سر ستونا رو اسمشون رو ادیت کنید، یعنی دقیقا مشابه این بکنید، یه راه اینه. یه راه دیگه هم هست، تو اون روش اول که من بخوام بیام اسم اینا رو عوض بکنم یه ایرادی هست. فرض کنین اکسل بچه ها خروجی مثلا چه میدونم یه دیتابیسیه، یه برنامه ایه. خب اسم سرستون همیشه ثابته، یعنی شما از اون برنامه یا از اون دیتابیستون اکسل میگیرید سرستون همیشه ثابته، پس همیشه شما باید دستی بیاد اینو عوض بکنید. خب این کار خسته کننده است، یعنی سیستم تو روشن میکنی میخوای کارتو شروع بکنی بعد بیا اول سرستون رو عوض کنی. اما یه راه آسان‌تر هست که این کارو خودکار بکنه، اتوماتش بکنی. برای اینکه بخوایم خودکارش بکنی میام خود تابلو بچه ها این کار میکنن. بیام بالا این ستون ساله دیگه، اینجا اسمش ساله، اینجا اوردریه، میبینید؟ میام چیکار میکنم؟ میام اینو کلیک میکنم، اینجا کنترل رو نگه میدارم، اینم کلیک میکنم، کلیک راست یه گزینه داره مرج میس مچ فیلز، اینو بزنم این دوتا ستون با هم دیگه مرج میشن، یا کنید یه ستون میشن. تمام بچه، اگر خواستید کلیک بکنید اینجا یا کنید، یه مشکلی هست اینجا تو این فضایی که اینجا کلیک کنید این باز میشه، اینجا کلیک کنید این باز میشه، این هم یک کلیک که اتفاق دیگه میفته. خواستید کلیک کنید
تو این یه تیکه کلیک کنید، این یه تیکه. اینجا کلیک کنید اتفاقی نمیفته. اوکی، این هم این نکته بود. ماه رو هم میخوام کنترل رو نگه میدارم، اینجا کلیک میکنم با اوردر ماه مرج کتگوری با این کتگوری، اینو با توتال پرافیت. اسم دوتاش اول گذاشت کنار هم، میبینید فروش رو با این فروش. تمام. اسمشون رو با هم دیگه ادغام کرد. اینجوری دیگه نگرانی از بابت اینکه بخواید دستی این کار رو انجام بدید نخواهید داشت. این هم از این، بریم بیام جلسه بعدی بحث رو ادامه بدیم. فعلا خدا حافظ.